آخرین سخنرانمون میلاد آقای گرامی هستن درود بر شما میلاد جان و سپاسگزارم که دعوت حزب رستاخیز و جنبش رنسانس رو پذیرفتید و تشریف آوردید درود دوباره بفرمایید خواهش می‌کنم خیلی ممنون سپاسگزارم از شما و حزب رستاخیز دوستان در رنسانس و امیدوارم که دل... باستاب خوبی بگیره این دست گفتگوها و بتونه که اثرگذاری خوبی رو تو جامعه داشته باشه گویا من آخرین تن هستم در سخنرانی شوبه سخن من امروز در مورد یک امری است درباره چگونگی اثرگذاری اسلام در فرهنگ به خاطر اینکه من از این جهت این رو برگزیدم یا که حالا میخوام بازش بکنم بگم که درباره چی میخوام حرف بزنم این که به هر همه مبارزه ما برای این هستش که ما میخوایم که جمهوری اسلامی رو برداریم چون حاکمیت ملی ما رو اشغال کرده چون پس از اینکه حاکمیت ملی مون رو به دست آوردیم میخوایم برگردیم روی چرخ تمدن و پیشرفت یعنی شهروری و دیولوبمنت رو به دست بیاریم بریم به سراغش اون روند بی سخت پیگیر نیاز به پشتکار کار فراوان همه اینا رو داشته باشیم تا کشورمون بدرخشه هیچ ابرقدرتی روی پتو و بالش و رویاهای هدونیستیک ساخته نشده تمام ابرقدرت های تاریخ نه فقط امروز ابرقدرت های تاریخ روی کار ساخته شدن روی تلاش فراوان سازندگی ایده های خوب تمدنی که چگونه آدم های بیشتری بتونن با کیفیت بهتری کنار همدیگه زندگی بکنن و چگونه تولید بیشتری داشته باشن نخست تولیداتی که برای خوراک و پوشاک و سرپناه نیاز هستش سپس تولیداتی که به کیفیت زندگی افزایش کیفیت زندگی می مانند جواهرات و مانند بازی ها خوردنی ها سرگرمی ها و خیلی چیزهای دیگه و سپس امر مهم اینه که شما وقتی یک تمدنی میسازید همیشه بی تمدن های و بربرهایی هستند که میخوان تمدن شما رو غارت بکنند برخی ها نابودگر تمدن هستن برخی ها غارتگر تمدن هستن حال با هر دوتای اینها شما درگیر هستید و نیاز دارید که جنگ افزارهایی رو داشته باشید و رزمیدن بلد باشید و آدم های سلحشور و دلاوری داشته باشید که انگیزه رزمیدن و جنگیدن و پدافند از اون شهری که شما دارید رو و ساختید و به ارث بردید چون یه شهر که توی یک نسل صرفا ساخته نمیشه یک پدیده تمدنی فرهنگی هستش که چطور یک فرهنگ تمدنی ریخت پیدا کنه و به صورت یک ابر فرهنگ نمود پیدا کنه و حالا اینجا شما روبرو میشید با آفتهای تمدنی یعنی وقتی که شما یه تمدن بزرگی رو دارید آفتهای تمدنی به سراغ شما میان اگر بتونن شما رو غارت میکنن اگر بتونن شما رو نابود میکنن، اگر نمانند پارازیت میچسبن به تمدن شما و... تمدن شما و همین تمدن هایی که بتونن بهش نفوذ کنن رو شروع به خوردن میکنن یکی از این آفات های تمدنی که حالا اگرچه در تمام این سالها اشاره میشه چیزهایی چیزهای فرهنگ اسلامی و نمیدونم هنر اسلامی و بسیار از این چیزهای اسلامی گفته میشه ولی واقعیت هیچ کدوم وجود نداره خود مسئله اسلام هست و ما باید یک روشی رو پیدا بکنیم برای اینکه با این قضیه رو در رو بشیم به خاطر اینکه ما دو توی دوره تونستیم با بخش کرانمندی و بخش کوچکی از جامعه فرهیخته ای که همراه با رضا شاه همراه با محمد رضا شاه بود همراه با بزرگان مشروطه بود اینا تونستن که الگویی از دیوان سالاری ایرانی رو بر چارچوب موجی از ایران دوستی که زنده شده بود بر اساس آموزهای شاهنامه و شاهنامه خانی خیلی رواج پیدا کرده بود یکی از اثراتش پدید اومدن حجرهایی یا جایی مانند قهوه خانه ها بود پر رو گسترش پرده خانی ها بود و اینا دستمایی این شده بودش که اون حس ایرانی رشد بکنه و اون سلحشوری و دلاوری و اون میل جنگندگی و ایستادگی و این کمک کرده بود به اینکه مشروطه پا بگیره ملت ایران باز زنده بکنه خودش رو و یک ریوایتلایزیشنی ما داشته باشیم در اونجا ولی خب دیدیم که تو پنج و هفت به خاطر شل گرفتن و پاپس کشیدن و یک مقداری پایین اومدن اون روحیه جنگندگی دل بودن بر سر ارزش ها و اینکه ناتوانی از داوری میان نیکوبت این از بین رفتش ولی میخوام ببینیم که اون بخشی که میاد و ویران میکنه و خراب میکنه اون چیکار میکنه با مغز جامعه و اینو اگر بتونیم بشناسیم شاید بهتر بتونیم داوری بهتری در مورد کارکرد و روش هاش داشته باشیم و پس از اون روشی رو پیدا بکنیم برای مهار و چیرگی بر اون و لگام زدن بر اون و تا اینکه بتونیم این چوب لای چرخ تمدن رو کنار بذاریم و این سنگ های راه رو پس بزنیم خاطر اینکه شما در تمام تاریخ که نگاه میکنید ما چیزی به عنوان تمدن اسلامی نداشتیم اسلام در هر جایی رفته و تنها تمدن ها رو خراب کرده بلکه نتونسته هیچ وقت بسازه چندی پیش یک کسی یک عکسی از یکی از مساجد رومی دمشق گذاشته بود و نوشته بودش که هنر اسلامی و من یادآوری کردم که خب این مسجد طبق روایت ها حدود پنجاه سال پس از اومدن اسلام ساخته شده و شما نمونه های معماری که ما در دوره اسلام داریم برترینش که حالا میگن اسلامی خود کعبه است که کعبه هم باز خود مسلمان ها نساختن ابراهیم ساخته که یهودی بوده و با شما نهایتا اوج هنر و معماریتون یک قوطی گلی بوده و چطور میشه شما توی چل پنجاه سال ناگهان میتونید یه همچین چیزی رو بسازید بنابراین این غیر قابل سنجش هست مگر اینکه شما این رو تصرفش کرده باشید چیز دیگری بوده تغییر کاربری دادید اعلام کردید که مسجده ولی ده برگردیم به این ساختاری که من میخوام با شما در میون بگذارم که درباره فرهنگ هست و یه نگاهی از فرهنگ و غریزه میدونیم که انسان ها از سر غریزه مانند بسیاری از حیوانات دیگه جانوران دیگه در گروه ها زندگی میکنن در کنار هم هستند و این چارچوب های غریزی که به جانوران ریخت میده که چه کار بکنن چه رفتاری از خودشون از هنگام زایش بروز بدن و چگونه رفتار بکنن تا بتونن زنده بمونن رشد بکنن و حالا ببالن این خیلی بستگی به این داره که در چه محیطی هستن یعنی شما اگر محیط یک جانوری که بومی یه جایی هست و جای دیگه شما نمی‌بینید اون جانور رو اگر اینو عوضش بکنید احتمالا غریزه هاش دیگه کار نمیکنه به خاطر اینکه بسیاری از جانوران غریزه هاشون سازگار شده و ایوالف شده توی اون روند فرگشتی که پیدا کردن با اون جایی که درش زندگی میکنه و کمتر جانوری هستش که میتونه در همه جا زندگی بکنه مانند انسان ها یا در واقع نوعی ساز ها سوسری ها کاکروچ ها و دسته از موش ها و اینا میتونن خب خیلی جای جهان زندگی بکنن ولی بسیاری از جانوران دیگه از جانوران خیلی ریز تا درشت اینها توان زیستن در جایی که غریزه اونها سازگار شده برای کنار اومدن با ابزارها و ویژگیهایی که در اون محیط هست اگر اون نباشه نمیتونن زندگی بکنن توی انسان های مسئله فرهنگی هم داریم که فرهنگ میاد شیوه هایی رو آموزش میده حالا فرهنگ نه اون رخص و نمیدونم چارچوب هایی که به عنوان مثلا خانه های فرهنگ و این جوشتا میشناسن هنر و فرهنگ و نه نه فرهنگ به مفهوم ابر فرهنگ کلیش که مجموعی از تمام آرایه های پرورشی فرهنگی و رفتاری رو در خودش داره نسبت به ارزش هایی که در درون خودش داره نیکوبدی که تعریف میکنه نوعی از پرورش و یک جور لیف سیستم رو یک جور ساختاره باوری رو تولید میکنه در آدم که اون آدم دیگه بر اساس فهمی که از نیکوبت پیدا میکنه یاد میگیره که چطور برخورد بکنه با جهان ارزش ها رو چجوری متوجه بشه چارچوب های تمدنی رو چطور متوجه بشه و بسیاری از این چیزهای دیگر که مجموع همه اینها رو به عنوان آرایه های فرهنگی همعرض یا میم ها میتونیم بشناسیم اما اسلام یه چیز جالبی که داره من متوجه شدم و بالا با شما بخوام در میون بذارم اینه که اسلام زیر فرهنگ یعنی ما فرهنگ و غریزه رو دو تا عاملی میدونیم در شکلگیری رفتارهای ابتدایی اجتماعی و بعدا رشد پیدا کردن و توسعه پیدا کردن و اون و اینکه فرهنگ چجوری اثر میتونه بذاره و کنترل بکنه رفتارهای غریزی رو یعنی اگرچه خوراک خوردن ما غریزی هستش اگرچه خوابیدن و نوشیدن و آمیزش و, و بسیاری از امور دیگه ما غریزی است و ما در این زمینه ها فرق چندانی با اجدادمون در مثلا چند ست هزار سال پیش نداریم ولی فرهنگ تونسته این رو مهار بکنه و چگونگی آداب اون رو در کنترل خودش در بیاره برای همین شما مثلا در هندوستان میرید یه جوری غذا میخورن یه جوری آمیزش دارن یه جوری میخوابن یه جوری میخورن و همه این چیزاشون متفاوت با مثلا ما در جای دیگه جهان و از این جهت فرهنگ این کنترل رو داره اما در اسلام یک عاملی داره که بزرگترینش ترس هست چارچوب هایی رو میاد در درون از مثل چارچوب هایی که از دل طبیعت میاد بایت هایی که مثل خطر مثل خشم مثل ترس مثل فلش مثل خیلی چیزهای دیگه ای که از دل طبیعت در میاد و شما میبینید جانوران خیلی درجا به اون واکنش نشون میدن مثلا ما یه واکنش طبیعی داریم به مارها و به صورت طبیعی آدما از مار میترسن آدما به صورت طبیعی از خالی شدن زیر پاشون یا صدای بلند میترسن اینا هم چیزاییه که توی اولوشن به دست آوردی ولی این اسلام کاری که با رفتار آدم میکنه اینه که میاد این چارچوب هایی که ریشه در ترس داره رو میاره زیر فرهنگ میذاره و یه سری ارزش هایی رو اونجا کد میکنه که یک راست به ترس و به پایین ترین لایه های مغزی رفت داره و میدونید که وقتی که مسئله ترس یا آسیب دیدن پیش بیاد ما خیلی بی فکر و بدون اندیشه میتونیم عمل بکنیم همونجوری که اگر کسی چیزی به سمت شما پرتاب بکنه یا حتی ادای اون رو در بیاره که چیزی به سوی شما پرتاب میکنه یا حتی لیوان خالی آب رو به سوی شما بگیره که انگار داره آبی به سوی شما میپاشه شما چشتون رو میبندید یا واکنشی در جانشون میدید و اونجا دیگه نمیشینید حساب بکنید که آیا این درونش آب هست نیست چند دقیقه پیش آیا این اصلا این لیوان رو پر کرد نکرد یا این تو مشتش پر هست نیست مغز تو اونجا تصمیم میگیره که اینجا خطر هست و من باید خیلی سریع واکنش نشون بدم و کاری که شما در بسیاری از مسلمین هر چقدر باورمندتر پیدا میکنید، اینه که اینها تا جرفای جانشون ترسیدن تا اون بنمایه های مغزشون تا اون مغز سوسماریشون اصطلاح میگیم تو مغز خزندهیشون که پایین ترین لایه مغز ما میشه تا اونجا ترسیدن و بنابراین واکنش هایی که نشون میدن مانند اینه که شما یه مارمولک حتما دیدید که چطور میتونید که با یه شاخه چیزی یا با کوچکترین تکونی یه واکنشی میده سری به شما این هم سریع اون واکنش رو میده و ما اصطلاحا با یه پدیده میتونیم روبرو باشیم که میتونیم اسمش رو بذاریم غریزه اسلامی که این یک جور فرهنگ است ولی الگوی کارکردیش بسیار شبیه غریزه میمونه یعنی شبیه محرک پاسخی هستش که ما از غریزه در طبیعت میتونیم بگیریم و اینه که باعث از بین رفتن اون قدرت اندیشیدن قدرت پاسخ دادن قدرت یعنی اصلا شما وقتی که هر چقدر تو مغز به لایه های پایین تر برید لایه های بالاتر دیگه عملا اون پرایوریتیشون رو از دست میدن پرایوریتی همیشه با لایه های پایین تر هستش و از اینجا هستش که شما کمتر با اندیشه طرفید کمتر با استدلال طرفید کمتر با هنر طرفید بلکه بیشتر شما با ترس طرف هستید و ترس عامل محرک اسلامی هستش که دو تا رو داره که شما معمولا میتونید ببینید در جاهایی که اون ترس به خشم میرسه و به خشونت میانجامه و چیزهایی مثل داعش و طالبان و یا رفتارهای خشونت آمیز خانگی اون شکلی از دلش در میاد و یا اینکه شما یک جور وادادگی رو میبینید که توی الگوهای مانند درویشی و توی وادادگی های مذهبی که طرف دیگه میزنه تو سرکله خودش و میخواد که از راه بدبختی و زلالت و حقارت به یک رستگاری برسه و در همون حال فریاد میزنه که حیات من زلت در ریختی که وقتی تماشاش میکنید در اوج زلالت و حقارت هستش و این چارچوب هستش که باعث میشه که شما با جمعیتی طرفید یا با کسانی طرفی هستید که نمیتونید اینها رو به راه راست بیارید نمونه بارز اینها رو شما توی پاکستان مثلا میتونید ببینید یا افغانستان یا جای دیگه از این دست که اینها فرهنگ های تکبودی دارن یعنی اگر اون اسلامی بودنشون رو ازشون بگیرید دیگه هیچ چیزی ندارن برای همین ترسوترین مسلمانان مسلمانان پاکستانی هستن و به همین جهت خشونت ها رفتارها رفتار ها رو شما از اونا میتونید ببینید و به شدت از اینکه توهینی به اسلامشون بشه یا کسی به محمد حرفی بزنه اینها میبینید به شدت میترسن و خشبین ترین واکنش ها رو نشون میدن ولی همه جوامع این شکلی هستن مانند پاکستان که جوامع فرهنگی تک ساعتی باشن بلکه بیشترین نمودی که ما میبینیم از جوامع چند فرهنگی یعنی چند ریشه فرهنگی دارن نه اینکه این مالتی منظورم نیستش شما مثلا در اروپا هر چقدر که مسیحیت کم رنگ بشه چون اینها خودشون رو به ریشه های رومی و یونانی میرسونند شما اون وادادگی اخلاقی رو کمتر میبینید نسبت به روزها روزها هرچقدر ریشه های مذهبی توشون ضعیفتر میشه بیشتر نهیلیست و آنارشیست میشن نسبت به اروپایی ها و این تفاوت ما رو به اینجا میرسونه که روزها از نظر فرهنگی ضعیفتر هستن و ریشه های سستری دارن نسبت به اروپایی ها و در مورد ایرانی ها این خیلی آشکارتره که ما یک ریشه خیلی ستبر ایرانی فرهنگی داریم که با وادادن اسلام یعنی کسی اگه اسلام رو رها بکنه تازه اون بخش ایرانی شکوفاتر میشه ما در جای این مورد رو نداریم که طرف از دل یک خانواده به شدت مذهبی و به شدت خرافی بیرون میاد و وقتی که به هیچ بخشی از ایرانیت درش نیستش و وقتی اون اسلام رو ازش میگیرید تبدیل به یک چپ کمونیست آنارشیست واداده نهیلیستی میشه که ناگهان میگه که اصلا مرز چیه کشور چیه وطن چیه همه رو بریز دورو و از اینجا بخوام به این برسم که ما اگر بتونیم بشناسیم که با چه پدیده روبرو رو هستیم میتونیم متوجه بشیم که الان حالا از همه این چیزایی که گفتم بخش نتیجه گیری این که ما الان توی دوره ای هستیم که به دلیل شکای فرهنگی که تو دورهای توی دوره های مختلف تقریبا توی چهل سال گذشته چندین دوره ما دگرگونی ارزش ها رو در سطح جهانی داریم یعنی یک ب... 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 چرخش هایی صورت گرفته که داوری حتی در مورد نیکوبت کمی دشوار شده و خیلی ها وا یعنی سعی میکنن که جایی که پاش میرسه فرار بکنن از داوری این نشون میده که ما وارد یک دوره سوسی شدیم در همه جهان و اینجا موقعی هستش که ما میتونیم بیشترین تلاش و فشار رو بیاریم برای بیشترین دستاورد در ایرانگرایی و رفتن به سمت باززنده شدن یک جور ریوایتلایزیشن و هم رونسانس یعنی هم باززایی هم احیا برای ارزش های ایرانی و نشون دادن اون چون بخش زیادی از جامعه تشنه و وقتی که میخواد بره سراغ ارزش های ایرانی اونو تو فرهنگش توی آدابه که پرورش یافته میتونه پیدا بکنه اما وقتی میخواد به شکل نهادینه اون رو دنبال بکنه با نهادها کمتر طرف هستش و ما اینجا هر چقدر بتونیم که ده این ده نهادینگی فرهنگ ایرانی رو روش کار بکنیم یعنی یک جاهایی داشته باشیم مثل همین گروه یا جاهای دیگه ای که بتونه نشون بده که اون آرایه های فرهنگی ایرانی و اون بلیف سیستمه که نشون میده نیکو چه هستش و من میتونم در زندگی از دریچه اون فرهنگ یک رهیافتی داشته باشم به کنش و یک نکسوزی داشته باشم یه جایی که ایده ایرانی من وقتی میخواد به کنش برسه چطور میرسه چطور من باید خودم رو قانع بکنم که شبانه روز کار بکنم چطور باید خودم رو قانع بکنم که تا به یک دستاوردی نرسیدم رها نکنم چطور باید اون انگیزه پیگیری به شکل یک روایت گسترده یک متانرتیو در جهان گستر جهان پیرامون من گسترده باشه تا من بتونم میکرونرتیو خودم و خورده روایت خودم رو از فهم ایرانی که نسبت به ورکیزم ایرانی دارم رو نشون بدم و بروز بدم و این کاریه که ما الان باید انجام بدیم شما همین ایراد رو در اپوزیسیون هم میبینید یعنی در جنبش کمتر کسایی هستن که کار میکنن بیشتر آدمایی دارن, شعار می دارن، جور که شعار میدن اونجور که شهرام هم در آغاز گفت جناب آریان و آدمای جدی تری که شبانه روزی کار میکنن کنکاش میکنن میجنگن به این ده... کشاکش ما با جمهوری اسلامی به شکل یک نبرد تمدنی پیچیده و ژرف نگاه میکنن که کار استخوان خورد کنه پیگیر ده... مردفکن میخواد و ما این رو اگر بتونیم که همزمان فراگیر بکنیم ما پیروزی ما در چندین جبهه به دست خواهد اومد اگر نتونیم حتی اگر جمهوری اسلامی فرو بریزه ما احتمال این که بتونیم بازیابی بکنیم خودمون رو و برسیم به یک بازار عالی قدرتمند و در این همه میان این همه قدرت های نوظهوری که پیرامون ما رشد کردن و همه هم سنگ خواهند انداخت راه ما در میان اینها رشد کردن امروز کار دیگه راحتی نیستش و ما کار زیاد میخوایم و برای اون کار ایده میخوایم و باید بشکونیم اون ایده تنپروری و وادادگی و ترسیدگی که در اون سرشت غریزه اسلامی وجود داره به هر روی تا اینجا از من بس و سپاس که من رو شنیدید پایدار پرتوان باشید